هشتمین روز اردیبهشت ماه برابر با 28 آپریل سال 779 خورشیدی برابر با 1400 میلادی، زاد روز یوهان گوتنبرگ، دانشمند آلمانی و مخترع ماشین چاپ. یوهانس گوتنبرگ زرگر آلمانی و اولین مخترع ماشین و صنعت چاپ در اروپا که هرچند اغلب از او به عنوان مخترع صنعت چاپ یاد می شود، اما به واقع او ابداع کننده اولین روش استفاده از حروف چاپی قابل جابجایی و ماشین چاپ بود که این امکان را فراهم می آورد تا بتوان مطالب نوشته شده گوناگون را با سرعت و به دقت به چاپ رسانید. مهمترین اثر گوتنبرگ انجیل گوتنبرگ یا انجیل 42 سطری است که از لحاظ زیبایی خط و کیفیت صنعتی در زمان خود انجیلی بی‌نظیر به شمار می‌آمد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، اعدام بنیتو موسولینی، سیاستمدار ایتالیا. بنیتو موسولینی روزنامه‌نگار، سیاستمدار و رهبر فاشیست ایتالیا که در سالهای میان دو جنگ جهانی از درجه استواریش در جنگ جهانی اول استفاده کرده، با توجه به نارضایتی عمومی مردم ایتالیا حزب فاشیسم را تشکیل داد و ادعا نمود که با ایجاد این حزب قصد دارد عظمت روم باستان را برای ایتالیا احیا کند. وی پس از چندی موفق به دریافت فرمان نخست وزیری از پادشاه ایتالیا شده و به خود لقب دوچه یا پیشوا داد. موسولینی پس از به قدرت رسیدن بلافاصله پارلمان ایتالیا را عملاً به مجلسی بی‌خاصیت مبدل نموده، عده شرکت کنندگان در انتخابات عمومی را کسر کرده، به سانسور گسترده مطبوعات پرداخته، اتحادیه‌های کارگران را منحل و کارگران را از حق اعتصاب محروم نمود. او حضور احزاب سیاسی را به کلی منسوخ کرد و دستگاه پلیس مخفی خوفناکی را دایر نمود و همچنین دادگاه‌های ویژه‌ای برای محاکمه مخالفین رژیم به وجود آورد. وی سپس با دولت‌های آلمان و ژاپن متحد شده و محور مبارزه با کمونیسم را به وجود آوردند که خود آغازی برای جنگ جهانی دوم شد. سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، درگذشت احسان طبری، محقق و سیاستمدار. احسان طبری نویسنده، شاعر، نظریه پرداز برجسته مارکسیسم لنینیسم، ایدئولوگ ارشد و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در سالهای انقلاب 57 و از جمله معروف‌ترین و برجسته‌ترین چهره‌های نظری حزب توده ایران در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود که در دادگاهی نظامی به صورت غیابی محکوم به دو بار اعدام شد. پس از انقلاب همراه با دیگر رهبران حزب توده به ایران بازگشته و به ادامه فعالیت‌های سیاسی به نفع حزب توده پرداخت و در تایید سرکوب‌های نظام جمهوری اسلامی با سرکوبگران همصدا شد و این همراهی با دیکتاتوری تا هنگامی که نوبت به سرکوب خود حزب توده رسید ادامه یافت. با شروع سرکوب حزب توده در بهار سال 62 او دستگیر و زندانی شد و چندی بعد در زندان انفرادی درگذشت.